وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله المولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. دوستای عزیز، میخوام در یک موضوعی که اسبابی که ما را به طرف کامیابی و نجاح برساند از خلال سیرت رسول ما صلی الله علیه و سلم مورد بحث قرارش بدیم، به این عنوان که هر کدام ما من حیث یک انسان عاقل از حالتی که داریم از او خسته هستیم و رب ما شما را امتو پیدا کرده که طموح و اهداف بلند طبیعتا در ذهن ما تو تداعی میشه. حالت موجود را دوست نداریم، میخواییم که از این حالت و حالت بهتر و بهترتر دست پیدا کنیم. رکود و جمود طبیعتاً خواسته یک زندجان نیست، یعنی یک کسی که زنده است امی زنده بودن با او دستور میدهد که حرکت کند، زنده بودن با او دستور میدهد که جایگاه خود را عوض کند، زندگی خود را بهتر و بهترتر کند. پس این خاصیت هر زنده است و پروردگار عظیم ما هم ما شما را که آفریده است یک قمه از اهداف بلند را او را توسط انبیاء علیه السلام برای ما شما مشخص میکند. اتو مشخصش میکند که تاریخ را پیش رویت میگذارد، تاریخ را اتو میگذارد که وقتی که انسان را الله پیدا میکند به ملائکه اخبار میکند اینی جاعل فی الارض خلیفه، و ملائکه پیام را میگیرد که الله متعال یک مخلوق را به عنوان بشر در روی زمین جای می دهد. این مخلوق هدف چی دارد؟ غایش چی است؟ تصور ملائکه امیست که هر مخلوقی که پیدا می شود و ما من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، امی ذکر و تقدیس و تحمید تحلیل امی هدف و مقصود باشد. ملائکه مداخله می کند، می گوید که و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، بر اله امی تحمید و تکبیر و تسبیح و پاکیت را خود ما بیان می کنیم. بنان برای انسان چی ضرورت است که آفرینش پیدا می کند و در آفرینشش باز جنگ می کند، قتال می کند، خون می ریزاند، کشمکش می کند، در این چی فایده است؟ رب ما جمله سربسته را می گوید اینی اعلم ما لا تعلمون، من می دانم آنچه که شما نمی دانید. یعنی چی؟ یعنی من این را می دانم که من دارای صفاتی هستم، من دارای صفاتی هستم و یک سلسله صفاتی بجز در مخلوقی که صاحب اراده باشد، صاحب تصمیم باشد، بدون از این مخلوق تبارز داده نمی شود، تبلور پیدا نمی کند،
جنبه عملیش مفقود می باشد. به طور مثال الله غفور است، می بخشد. پس یک کسی اراده و اختیار از این را داشته باشد که گناه بکند، و انگامی که گناه می کند علم و فهمش او را به خطایش متوجه می کند. وقتی که خطای خود را شناخت طلب استغفار می کند، مورد بخشش قرار می گیرد و صفت غفوریت رب العالمین تبارز پیدا می کند. پس یک مخلوق باید باشد که به اراده خود غلطی کند، بعد به اراده خود برگردد. در این برگشت صفات رب العالمین تحقق عملی پیدا می کند. یک گروه غلطی می کند و می کند، بعد می بینیم که پروردگار عظیم برش مهلت می دهد. هر قدر که برش مهلت می دهد، صفت حلم رب العالمین که الله حلیم است، بردبار است، او تحقق پیدا می کند. یکان بار می بینیم که امی انسان به اراده چنان غلطی فاحش می کند که هدف و مقصود را گم می کند. می بینیم که صفت قهاریت خداوند متعال تبلور عملی پیدا می کند و اینها را در دنیا مورد عقاب و عذاب قرار می دهد. پس این انسان، این مخلوق هم جنبه مادی دارد و هم جنبه روحانی دارد. این هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خوب و بد را ما برش نشان دادیم. برای از این که بهتر بفهمد هدایت را نصیبش کردیم. در این هدایت یک تعداد مخلوق و زیروح همراه شریک است، مثلا هدایت فطرت. هر طفلی که به دنیا می آید چشمش پت است، از دستش کار گرفته نمی تاند، از گوشش کار گرفته نمی تاند، ولی می داند که شیر را چطور بچوشد. مرحله سپری می کند، به هدایت حواس می آید. باز به دست چیزی را میگیرد، آواز برش بکنی، طرفت سعی میکند. میبینیم که این دوم مرحله میشه. بعد از یک مرحله به مرحله دیگه میرسد که هدایت عقل است. خوب و بد را تمیز میکند، چقری را میفهمد، نمیخواد ضرر بر خود برساند. عقل در شگوفای پیش میره 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 میره، هرگاه توأم با علم شود میبینیم که جایگاهش بالا و بالا شده میرود. وقتی که بالا و بالا شده میرود در بعض چیزا بند میماند، قد نمیتاند، عقل نمیدهد قد بدهد، نمیتاند که مشکل را حل بکند. باز پروردگار سرش رحم کرده، سرزمی انسان وحی برش مفرسته، پیغمبر به طرفش می آید. پیغمبر که به طرفش می آید، آنچه که با عقل درک نمی شد که جنت چی است، دوزخ چی است، عبادت چی است، اقسامش چی است، چی کار کنم به خدا نزدیک شوم، راه های تقرب به سوی خدا، قبح و حسن چی است، ای کلش می آید توسط انبیاء علیه السلام. بعد می بینی که یک گراف بسیار بلندی در تمثیل اهرام برت می دهد، قمه بسیار بلند را برت مشخص می کند که ای انسان تو باید اونو جا باشی. فعلا خوب بسیار پایین استی، نه به دنیا آمدی، نه گپ فهمیدی،
ولی جایگاه تو اونجاست. چه رقم جایگاه هست؟ میگه اگر ای جایگاه را میخوایی به دست بیاری، باید فهمت بالا ببری، جهلت به علم باید تبدیل بکنی. با مجردی که قدم میمانی به طرف فهم، عظمت شأن تو از امیجا شروع میشود. بزرگی مقام تو چه وقت شروع میشود؟ انگامی که قدم برای فهم و برای علم بگذاری. بعد ای را رسول علیه السلام یک مثال میده: ان الملائکه لتدع اجنحتها ردا لطالب العلم. میگه ملائکه الله بالهای خود را فرش میکند برای از اینکه طالب علم به آنچه که خدا به او راضی میشود به او راضی شده است. او چی است؟ ای که انسان جایگاه خود را حفظ بکند، برود به طرف بلند و بلند شدن، عظمت قضیه را باید درک بکند. پس علمی که در اینجا مطرح می شود همانم به معنای شناخت است، معرفت است. قدم که به طرف معرفت گذاشتی، تو با گرفتن یک موضوع علمی او نفر دیروز نیستی، تغییر شخصیت میکنی. علم که بیاید در حقیقت شما پیسه‌دار میشین، جیبایتان غنی میشود. و اصل غنا غنای قلب است، غنای معرفت است. وقتی که غنی شدی، بعد با او چیزی که داری با او راضی نمیباشی، باز تغییر را میخوایی. اگر غنی پیسه شوی، میفهمی چی میخوایی؟ میگه این خانه را باید بیران بکنم، از سر یک خانه را جور کنم. باز با مقتضای جیبت به انجینرها میگی به من دیزاین بده. هر قدر که پیسه داری، با مقتضای غنایت نقشه را میسازی. به مقتضای جیبت در بازار میری سر فرش بحث میکنی، سر ظروفت بحث میکنی. بعد هر قدر که مغزت دارای علم بود، باز اهدافت اما تو بلند و بلند شده میرود. توسط علمت که داری، بسا چیزایی که تو مجهول بود پیش تو، نامعلوم بود به تو، او را پیدا میکنی. روز به روز اهدافت تغییر میخورد، شخصیتت تغییر میخورد، میخوای چیزای خوب و خوبتر را به دست بیاری. بعد یگان روز محاسبه میکنی که من دیروز چی را میخواستم و اکنون چی میخوایم. خودت پیش روی خود میگذاری، سر خود یگان بار خنده خود کردی و بیچارگی خود میفهمی که من دیروز این تو یک چیز میخواستم و چقدر بد بود، بسیار بسیار خرد بود. باور بکنن سر خود خنده خود کردن. من بایی باور دارم که یگان بار او را به کسی گفتم نمیتونین، که خود تبسم خود کردی که من سر چی فکر میکردم. پس به حسب اهدافتان، اما تو یک قمه بلند تعیین میکنه دین، نقطه بالا را برات تعیین میکند. میگه اصل تو اونو نفر هستی. چه رقم نفر هستی؟ کسی که ملائکه به تو سجده کرده بود. دقیق شده؟ تو کی هستی؟ کسی که دروازه های جنت برای خود باز بود. تو کی هستی که بزرگترین امانتی که مخلوقات بزرگ از حمل از او میترسیدن، او را نتانستن که او را حمل بکند، ولی تو با این قدرت بزرگت او را حمل کردی. میفهمی چی هستی؟ انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وحملها الإنسان وحملها الإنسان. تو أنت يا مخلوق هستي كو آسمان ها زمین نمیتونست بردارشه چون بلند استی تو برداشتشه، بلند استی برداشتشه. هرگاه این نقطه را بگیرین، حال بیاین که ما شما که در اینجا نشستیم، ما در کجای از این قمه قرار داریم؟ گفتم سیستم اهرامی است، نقطه بالا، ولی بستر بسیار کلان است. در کجایش هستیم؟ هر قدر که هدف را بالا تعیین کردی، تو دارای شخصیت بالا هستی. حالا در مابین از این میلیاردها انسان، انواع از انسانها را داریم. با تأسف یک تعداد انسان ها داریم که اصلا طموح و اهداف در زندگیش خطور نمی کند، اصلا نمی اندیشد که ما کی هستم، برای چی آمدم، کجا می روم. فقط روز را شب می کند، شب را روز می کند. آمدن خود را نمی فهمد، رفتنش هم ملالت نیست، چون این مردم اصلا در زندگی خود چیزی را به عنوان هدف نمشناسد. خداوند متعال هم اینها را فراموش می کند. نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا خدا را فراموش کردن به این عنوان که الله برای از اینها قمه بزرگ داده بود، خدا هم جانشان را سرش فراموش کرد. و رب ما یک تعبیر دیگری می کند که امی انسانهای بی هدف می مرن، امی انسانهای بی هدف می مرن. نتیجه چی شد؟ فما بکت علیهم السماء، آسمان سرش گریان نکرد. جالب است که چرا تو میگه فما بکت علیهم السماء، آسمان سرش گریان نکرد؟ یعنی اصلا خویی بود که این انسان در زمین چنان معروف باید میشد، چنان به بالاترین نقطه میرسید که ملائکه در آسمانهایی را مشناخت این زمین را خود جایش بگذار. ولی بیچاره رفت، اصلا آسمانها خبر نشد که کسی هم مرده نمرده. مفهوم مخالف چی است؟ که اتو انسان ها در روی زمین هستند که در زندگیشان هدف بزرگ را تعیین کردند، قمه بزرگ را تعیین کردند، انگامی که میمرن بکت علیهم السماء، آسمان ها سرش گریان میکند. اما تو مردم هستند، دنیا را خوب بگذار، آسمان ها سرش گریان میکند. عزیزایم، آله بیاین ما شما که در اینجا نشستیم از خود سوال کنیم، هل بکت علینا الارض، زمین را بگذار، آیا اگر ما بمیریم زمین سر ما گریان میکند؟ آسمان خود بگذار. نباید باشیم از او انسانهایی که 40 روز بعد فراموش میشوند، 1 سال بعد فراموش میشوند و کسی نامش را نمیبرد. و کسایی باید باشیم که بعد از مردن فراموش نشویم. آنانی که بعد از مردن فراموش نمیشوند کی هستند؟ کسایی هستند که در زندگیشان هدف بزرگ را تعیین کردند، به حسب هدفشان شخصیت را برای خود رقم زدند. دوستای عزیز، هر قدر هدف را کوچک تعیین کردی، شخصیتت کوچک است و به اندازه امو هدفت شناخته میشی. هر قدر هدف را بالا تعیین کردی، شخصیتت بالا هست و به اندازه شخصیتت و هدفت معروف میشی.
یک تعداد انسان ها در زندگی دنیا اصلا هدف ندارن. گفتم شب را روز میکنه، روز را شب میکنه. کل هدفش چی است؟ کل هدفش میگه یک دور پر بیارم که شب نان بخورم. دقیق شدین؟ یک جور لباس داشته باشم، یک خانه داشته باشم زیر زندگی بکنم. تمام روز صبح میخیزد میرود، دیگر میاد خواب میکند. این انسان عیناً مانند حیوان واریست. حیوان هم صبح که شود به چراگاه میرود، شب میاید خواب میکند. جمع از مردم حیوان صفت هستند. اصلا در زندگی خود برای خود یک هدف را تعیین نمی کند، ولی یک تعداد تعیین می کند. متاسفانه اهداف بی نهایت پست و رذیل را، که در این صورت از حیوان هم چی می شود؟ پستر می شود. و رب ما می فرماید که ما خود وسائل شناخت برای از انسان دادیم تا با وسائل شناخت هدف بلند را آشنا شوند. میگه ما برش قلب دادیم، عقل دادیم، ما برش گوش دادیم، ما برش چشم دادیم، ما اینا را برش دادیم. لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اعیون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. از این ابزارشان استفاده نکردن، از گوششان، از چشمشان، از عقلشان، بلکه این کلش استفاده کرده. زیرا چشم خود میبیند، گوش خود مشنوه، ولی هدفشان به اندازه حیوان هم نبود. حیوان چقدر هدف داشت؟ بخورد، بنوشد، شب روز کند. میگه نه، اینا پایین تر بودن، از چشمش به ضرر دیگر را استفاده کردن، از گوشش به ضرر دیگر را استفاده کردن، از عقلش به ضرر دیگر را استفاده کردن. اینها از حیوان کده پستر هستند. حیوان حیوان را نمی خورد، شیر شیر را نمی خورد، سگ سگ را نمی خورد. میگه این انسان ها از کل ابزار استفاده کردند تا زمینه محو، سقوط، ضرر و بدی را برای جامعه انسانی بار بیارد. هر آنچه که در ضرر خوردن ازی، در شهوت ازی می بود، مقابل حذف شروع کردن. از ترس ازی که چوکی ما سقوط نکند، مردم باید کشته شود. از خاطر که ما پول باید به دست بیارم، رشوت باید بخورم، اختلاس باید بکنم، یتیم و غریب و را سر گلونش باید پای بگذارم. به ما چی؟ ما باید بلند منزل داشته باشم، ما باید کشفش داشته باشم. بلا در سر مردم کرد چی می شود. ای کل جنایت هم بکو، بازم به مردم احسانت بگذار. خب ما به خاطر شما این کار میکنیم. جنایت هم بکو، پس مردم هم خوشگو، به خاطر شما. چی به خاطر ما؟ بزرگای ما و اسلاف ما رضوان الله علیه مجمعین، اونا حق را می گفتن، حق را می گفتن، از هیچ کس حراس نمی کردن، صریح بودن در تعبیرشان، ولی برای گفتن حق جان خود قربان می کردن، جان خود قربان می کردن، بندی می شدن، تهدید می شدن، فشار می دن. هیچ وقت ملت را سپر نساختن. دقیق شدین؟ هیچ وقت ملت اسپر نساخته، بلکه خود را به مشکل روبرو میکنه، مردم را نگاه میکنن، مردم را نگاه میکنن. هیچ وقت مردم را به خطر مواجه نمیکردن. چی فکر میکنین؟ ائمه ما، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفه، همه شخصیت ها کلشان که گپ را به مردم میزدن، مردم جان میدادن، مردم اقوانا را دوست داشتن، ولی به حکومت ها حق را می گفتن و هیچ وقت مردم را سپر نساختن.
مردم را مواجه با زدن نکردند، ولی حق را می گفتند. رهبرای ما سرچپه شروع کردند. اصلا خودشان است مردم بیچاره ما را پیش می کند، مردم را سپر جور می کند. خودشان خود را نگاه می کند، پیسیشان را نگاه می کند، بلند منزلهایشان را نگاه می کند، مردم را فریب می دهد. ما به خاطر شما این کار می کنیم. او از برای خود دیگه کارتان نداریم، بس است دیگه، بس است این جنایت. تا کدام وقت ما را سربه می زنین؟ تا کدام وقت ما را مفروشین؟ کل گیر گیج ساخته است، کل گیر بیچاره ساخته است. دیگه شناختیم شما را، شما نه با خدا هستین، نه با مردمتان هستین، و نه در زندگیتان کدام هدفی که او را ما ببینیم که اینی هدف دارین، نه امور دیدیم. کجاست او هدف که ما پشتتان بیاییم؟ در دین به ما بگو، در منافع ملی بر ما بگو که اینجا برای مردم افغانستان دارالایتام جور کردیم، 1.5 میلیون انسان شهید شده، این دارالایتام از جناب فلانه صاحب است، یتیمای ما در اونجا تدریس بکن. کجاست؟ کجاست اون مرکز علمی بزرگی که دین در او فهمیده شود و ما بگویم که اینی جناب عالی به ما این تو یک مرکز علمی را ساختی که ملت ما در اونجا دین یاد بگیره؟ کجاست امون؟ پس یک تعداد مردم اینطور هستند، هدف بلند خو ندارن، ندارن هدف پایین رذیلانه ای دارن. و رب ما کل انعام بل هم اضل. یک تعداد مردم هدف دارد، حلم دارد، در دلش بسیار چیزای خوب خوب میگرده، اگر انتو میشد، اگر انتو شود، دوست دارن مردم آرام باشد، دوست دارن مردم عزیز باشد، دوست دارن که زندگی مرفه را مردمشان داشته باشند، اخوت و برادری داشته باشند، جنگ نباشد، با خدا خوب ارتباط داشته باشند، با خودشان خوب ارتباط داشته باشند، با مخلوق خدا خوب ارتباط داشته باشد. اما تو یک اهداف را دارن، ولی متاسفانه متاسفانه که فقط یک خیال پلو واری میگردانن، ولی در عمل چیزی نمی کنند. این مردم هم در سطح بسیار هستند. گروه دیگری است که اهداف هم دارد، برنامه را تعیین می کند، ولی هر آن لحظه عوض می شود. امروز یک گپ می زند، صبح دیگه گپ می زند. امروز یک کار شروع میکنه، صبح دیگه کار شروع میکنه، تعدد میکنه، اخذ الکل فوت الکل که میگم است، 20 جای دست مندازد. این مردم ناکام میشن، همیشه ناکام هستن. و گروه دیگری هستن که اونها هدف هم تعیین میکنن و در هدفشان کامیاب هم میشن، هم هدف تعیین میکند و هم در اهدافشان کامیاب میشوند. ما باید سرگذشت همه افرادی که هم هدف بسیار بلند تعیین کردن و هم در او هدف کامیاب شدن، زندگی نامیشان بار بار بخوانیم، در روشنی از او اهداف بر خود هدف تعیین کنیم، تمام کامیاب شویم. روزی که او مردمای بزرگ وفات کردن، بکت علیهم السما، آسمان سرش گریان کرد، زمین خوب به طریق اولا سرش گریان کرد، بکت علیه مستما، هدف بلند تعیین کردن، وفات کردن، با مجردی که آواز مرگشان به گوش مردم ها رسید، گفتن انا لله و انا الیه راجعون. با مجردی که آواز مرگشان به گوشان می رسد، اشکشان سر زیر می شود، فلانه وفات کرد، ما نقص کردیم، واقعا یک چیزی را از دست داده. بعد اما تو گریان میکند، میگه این مردمی که در او بلندی قرار دانند نشانش چی است؟ میگه کسایی هستند که مردم تقاضای خیر را از اونها دارد. دقیق شدن؟
خیر را از اونا تقاضا دارند. این مردمی هستند که بکت علیهم السماء. رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرماید اهل الله کی هستند؟ آنانی که الله اونا را دوست دارد. میگه مردمی که توقع خیر را از اونها مردم میکند. اگر فلانه جای مشکل پیدا کردم دروازه فلانه خلاص است. دقیق شده؟ ارگاه مردم توقع خیر را از شما کردن، شما کامیاب هستین، شما مردم بزرگی هستین. عکس از او میگه در آخر زمان پیغمبر علیه السلام میفرماد یکرم الرجل مخافت شرهی. میگه بعض مردم محترم میشن، صاحب صاحب برش میگی، دستایش بوسه میکنی، نه به ازی خاطر که او را در قلبت جای داری و دوستش داری، میگه از این شر از این رزیل خلاص شوم. دقیق شده؟ به ما ضرر نرساند، زیرا قتل نامی کنن، اختطاف نامی کنن، کشتن نامی کند، از چی تو خدا خلاص کنی؟ جز از که صاحب صاحب برش نگوی و ده دفعه برش صاحب صاحب نگوی. رایش امی است. یکرم الرجل مخافت شرهی. این مردمی که خدا نماینده مردم ما می سازند، امی را کسی دوست داره؟ ولی یکیش کسی دوست داشته باشد. بزور سر ما خود تحمیل میکنه و ما بزور برش میگو والله چی کنیم دیگه، از شرش میترسیم، از شرش، ورنه خوب در دل ما بد ما میاید. ولی ارگاه که خوب باشن، سبحان الله، در قلوب مردم باز میباشن. خلیفه اموی عبدالملک مروان داخل حرم شریف شد، بسی بادیگارد ها و کش و فش دیگه داشت، اوسوشین اوسوشین اوسوشین، مردم را دور کرد. در پیش مقام ابراهیم اوجا چوکی و تختش برش گذاشت دیگه، عبادت تصنعی را شروع کرد. جناب این مردم بیچاره طواف میکنه، دور دور سعیش میکنه، پاشاست، عسکر است، کسی نمیمانشن که نزدیکش شوی. لحظات گذشت گذشت، یک بار این مسجد حرام شور خورد، کل گستاد شد به مو طرف دروازه، کل گمو طرف دویدن. گفت چی گپ است؟ گفت زین العابدین وارد مسجد شد. زین العابدین، این مردم یکی دستایش بوسه میکنه، یکی داغوشش میگیره، یک فضای محبت عجیبه. عبدالملک به مشاورینش چی میگه؟ میگه کی پاچاست؟ گفت صاحب شما هستین. گفت نه نه نه، او پاچاست، پاچا خونوست، کرکت مردمش است، در قلب مردمش است، مردمش اتو دوست داره. من کی پاچاستم که عسکرها را بر مردم خود بر خودم نزدیک نمیمانم؟ مردم خود که من میگم من نماینده شما هستم، اینا را بر خود نزدیک نمیمانم، او پاچا هست. عزیزایم، پس انسانهای بزرگ کسایی هستند که هدف بزرگ را تعیین میکنند، بعد به هدف بزرگ وسائل استخدام میکنند، در نتیجه استخدام وسائل مقبول به کامیابی میرسند. اگر یک انسان کامیاب را شما میخواین در زندگیتان پیدا بکنین که هم از نظر هدف بالا باشد، هم از نظر استخدام وسائلش به کامیابی در او قمه باشد و هم نتیجه کامیابی خود را بگیرد، رسول ما صلی الله علیه و سلم است. دو آیت را شما در ذهنتان بگیرین. آیه اول اقرأ باسم ربک الذی خلق، آیه آخر اليوم اکملت لکم دینکم. زندگی رسول ما صلی الله علیه و سلم را در این دو محور به مطالعه بگیرین، بعد میبینی کامیابترین انسان، بزرگترین انسان و محبوبترین انسان، محبوبترین انسان. یک خبرنگار آمد از یک نفر پرسان کرد، گفت یک سوال میکنم برم جواب بده.
هزار بار. گفت اگر اکنون تو با رسول الله علیه السلام روبرو میشدی چی میکردی؟ اکنون یک لحظه فکر کن، این می لحظه تو دستای پیغمبر رو میگرفتی، تو به پیغمبر چی میگفتی و چی از پیش میخواستی؟ باور بکن شرس عشقش آمد، جواب داده نتانست. سبحان الله، ام قبرج گفت این می لحظه چی میگفتی و چی از پیش میخواستی؟ سر را مال یک بار عوض شد، عوض شد، چی با مخواهیم از پیش؟ او گفت ایتو لحظه، ایتو لحظه، همه تو گفت ایتو لحظه، ایتو لحظه، دیگه نتونست جواب بگوید. پس کامیابترین انسان کیست؟ رسول ما علیه السلام. خب عزیزم چی کاری کرد پیغمبر ما علیه السلام که کامیاب شد و ما چرا کامیاب نمیشیم؟ پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم علت کامیابیش یکی هم وضوح هدفش بود، هدف واضح گرفته بود، چیزی که تعیین کرده بود در زندگی خود او را فهمیده بود، گنگ و مجهول هدف تعیین نکرده بود. ما شما در زندگی خود هدف چی نکردیم؟ خوب تعریف نکردیم. گاهی تعدد اهداف تعیین میکنیم، او را باز شروع میکنیم، میلش میکنیم، بعد دیگهش میریم، او را شروع میکنیم، دیگهش میریم، سرگردان میگردیم. پیغمبر ما علیه السلام هدف تعیین کرده بود. هدف پیغمبر علیه السلام چی بود؟ رسیدن دین خدا برای بشریت. دقیق شدین؟ این هدفش بود. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. این هدف بود. مردم باید عوض شوند. مردم باید بفهمند که بزرگترین مخلوق خدا انسان است. این را باید بفهمند. مردم این را باید بداند که ما آمدیم که رابطه انسان را با خالقش تنظیم بکنیم. آمدیم مردم بفهمانیم که تو میتونی با خدا قرب حاصل کنی، میتونی با او انس بگیری، تو ضرورت برای ایواستگیری های دروغکین نداری. وقتی گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله، پیوست شدی با الله، دیگه زمین و زمان در اختیار تو است، زمین و زمان در اختیار تو است. از این شناختت استفاده بکو و با او انس بگی. آمد با مردم بفهماند که تو از خدا دور نیستی. نحن اقرب الیکم من حبل الورید. با مردم بفهماند که الله اینا را دوست دارد. به این بفهماند خدا شما را بد نمی بیند، بلکه الله شما را دوست دارد. این برشان بفهماند اقدر الله شما را دوست دارد که به خاطر توی میوه های زیبا، رنگ ها، کوه ها، آسمان ها، زمین، آفتاب، کل را برای تو پیدا کرده است. اگر تو را بد میبینی را بر پیدا نمی کرد. دوستی دارد این چشم و زبان و عقل و فکر ای را برت عطا کرده است. عزیزم الله تو را دوست دارد، تو را بد نمیبیند. در درون خود این فکر را کنار بگذار که تو بگی ما را خدا دوست ندارد. نه، الله تو را زیاد دوست دارد، ولی احترام دوستی را خوب بکن عزیزم، احترام دوستی را بکن. هر قدر احترام از دوستی کردی به الله تقربت بیشتر شده می رود، انس می گیری، محبتت با الله بیشتر و بیشتر شده می رود. رسول ما علیه السلام از این خاطر این هدف را بسیار واضح و روشن تبلیغ کرد، پت نکدش. اصحاب کرامش امیر یاد گرفتن جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. آمدیم تا مردم را از بندگی بنده خلاص کنیم، همه مردم را بنده الله بگردانیم. همه مردم بنده الله هست، هیچ بنده بر بنده دیگری فضیلت ندارد، هیچ کس بر کسی فضیلت ندارد. فضیلت به اساس تقوا است.
عرب بر عجم، عجم بر عرب، سیاه پوست بر سفید پوست، سفید پوست بر سیاه پوست، اما گی برابر هستن. چه قدف بلند داد. جئنا لنخرج العباد من جور السلطان الى عدل الاسلام. از این خاطر آمدم که مردم را از ظلم خلاص بکنیم، از ظلم خلاصش بکنیم. مردم باید در عدل زندگی بکنند. سبحان الله، چی عدلی را تعلیم داد، چی عدلی را. ابوبکر میگه عسکر برش میگه ابوبکر، شمشیرش اشرق میکشم، میگه ابوبکر اگر کج شدی به شمشیر راستت میکنم. میفهمین؟ عدل است نه؟ به شمشیر راستت میکنم. ببین که باد پیش میشود، ابوبکر حضرت عمر میآید. الله عزت حدش بده. باز حضرت عمر می آید، اما تو مسجد است، خطبه است، با مردم دلش می سوزد. میگه مردم 300 روپه مهر شرعی را بگیرین، زیاد نگیرین، جوان عروسی بکنه. الاخره زن استاد می شه برش، میگه امیر المؤمنین خدا به من قنطار تعیین کرده، قنطار عدد نامعلوم است، حقش از ماست، من باید تعیین کنم، من باید تعیین کنم. عمر چی میگه؟ خطأ عمر، خطأ عمر، کل الناس افقه من عمر. این مردم کلش از عمر کرده با فهم هستن. خطأ عمر و اصاب الامرأه، عمر اشتباه کرد، خطا کرد، این زنکه راست گفت پایین میشود. این شکلش چی آزادی میدهد، چی تعبیر بلندی. پدر میخیزد دخترش برای بیادرزادش میته، دختر میه پیش رسول علیه السلام برش میه که یا رسول الله، پدر مرا به بیادرزادش داده، ولی من حق دارم ندارم، من سرنوشت خودم تعیین میکنی یا پدر تعیین میکنه. گفت نه، خودت تعیین میکنی. دقیق شدی؟ خودت تعیین میکنی، هرگاه راضی نباشی نگریش. گفت فقط اما قمی خواستم بفهمم که دین برای من حق داده است، پدر نمیتونه بر من جبر کند. استبداد در خانه را هم ختم کرد، در خانه هم استبداد نکن. دین آمده برای آزادی، دین آمده برای آزادی. این غرب و شرق با ما آزادی را نشان میدن. استغفر الله. در دین آزادی است، محاسبه در دین است. حضرت عمر امیرایش استاد میکرد، اما در نماز جمعه استاد میگه این ولیتان است، سرزی چی اعتراض داری؟ دقیق شده؟ سرزی چی اعتراض داری؟ جواب بکو. کسی امیر قمال پیدا میشه که ولی خود استاد کنه که مردم که تزی چی کار داری؟ پس رسول علیه السلام هدف بزرگش امی بود که انسان را از ظلم انسان خلاص بکنه. هیچ کس حق نداره بر کسی ظلم بکنه. ده ها قضایا سبحان الله در سیرت رسول ما علیه السلام، در سیرت صحابه کرام، در تاریخ امت اسلامی که اسلام عزیز ما همه انسان را یکی می داند. جئنا لنخرج العباد من ضیق الدنیا الى ساعة الآخرة. آمدیم تا مردم را از زندگی کوچکی دنیوی 60 سال 70 سال که زندگی میکنیم شاری چرزش از ایرا ندارد. میگه ایرا از این زندگی با او زندگی بلند آخرت وصل کنیم. اصل خود جنت است، اصل قرب الله است. این دنیا چی خواد کرده؟ پس رسول ما علیه السلام چرا کامیاب بود؟ به خاطر که برای خود هدف تعریف کرده بود. چند هدف داشت پیامبر؟ در کل یک هدف، که انسان باید آزاد شود. صحیح شد؟ این پیام رسول ما علیه السلام است. خدا هم امی پیام داد، این پیام داد که لا اکراه فی الدین، در دین جبر نیست. چه آزادی میتونه؟ الستو بربکم، چقدر آزادی میدهد.
اسلام امیر داد و پیغمبر ما امیر با ما داد. ارگا ما انسان را آزاد کردیم، بعد از او در روشنی عقل و در روشنی دین وحی این پرواز بلند و بلندتر را میکند. وقت پوره شد انشاءالله، دیگه شد هفته آینده انشاءالله. خداوند متعال شما را توفیق عنایت بکنه که بحث را در هفته آینده هم زنده باشیم تکمیلش بکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. اخیر گپ ما دو چیز داشتم، یکی که جنایتی که صورت گرفته و یک دختره که معصوم را به شهادت رساندن، خفیش کردن. خداوند متعال در کشور ما امن و امان را نصیب ما بکنه. این جنایت است نابخشودنی، و خداوند متعال کشور ما را آرام بکند که فقر جهل سبب چنین کار می شود. فقر و جهل، اگر ما علم می داشتیم و فقر نمی بود این کار نمی شود. دقیق شده؟ پس خدا در کشور ما علم نصیب ما بکند و جنگ و بدبختی را خداوند متعال از کشور ما بردارد. گپ دومی که در حقیقت کل بحث ما سرش بود اموز که ما طلایه‌داران آزادی بشریت هستیم، از این خاطر دشمنان ما از ما میترسد، مساجد ما را در غرب آماج قرار میدهد، مسلمانای ما را در نماز با شهادت میرساند، در حالی که مسجد جای امن است. این دلیل بر شکست دشمنان ماست. اینا باید بفهمند که این دین در خانه خانهشان مدره، چه خواسته باشند چه نخواسته باشد. و امروز نشان دادند که توریسم تنها مسلمان نیست، بلکه همیشه از طرف اونها آمده است. اونها هستند که در حقیقت بلند میکنند و جنایت میکنند. خداوند متعال آرامی نصیب ما و شما بکند. مریضا را خداوند متعال شفای عاجل نصیب بکند. برادر که آمد که پدرشان مریض است، الله صحت عاجل را نصیبش بکند. دیگرایی که مریض هستند، الله صحت عاجل نصیبشان بکند. مشکلات دنیا و آخرت ما و شما را الله حل بکند. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك.